ابتدا تا انتهای یک روز اعتراض در میان معترضان نیویورکی چه می‌گذرد؟ عاقبت حمله 9 سال پیش به سفارت بریتانیا در ایران، بنابر گزارش‌ها دولت ایران 27 میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده، اما کسی دستگیر نشد. و ملی پوش سابق کشتی فرنگی ایران زیر پرچم آلمان کشتی می‌گیرد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در پی کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی هنگام بازداشت توسط پلیس در مینیاپولیس، اعتراض‌های گسترده‌ای در آمریکا و دیگر کشورها نسبت به کشته شدن او به راه افتاده است. اعتراض‌ها در شهرهای آمریکا حتی بعد از سنگین شدن پرونده متهم اصلی قتل جورج فلوید و بازداشت سه همکارش ادامه داشته است. راهپیمایی‌های اعتراضی عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده. بهمن کلباسی، خبرنگارمان در نیویورک، با یکی از این راهپیمایی‌ها که به بازداشت 10 نفر انجامید از اول تا آخر همراه شد. گزارش او را با هم ببینیم. سکوت برای ادامه اعتراض و ادای احترام به کسانی که قربانی خشونت نژادی پلیس شده‌اند. چند ساعت پس از آنکه به یکی دیگر از خواسته‌هایشان رسیدند، دادگاهی شدن 3 پلیس دیگر حاضر در صحنه وقتی جورج فلوید زیر فشار زانوی پلیس جان داد. گردهمایی ها اما ادامه دارد و این در حالی است که حدود 1 ساعت دیگه مقررات من رفت آمد آغاز میشه در نیویورک. دیشب همین مقررات برقرار بود و خیلی ها از تظاهرات رنگان بهش برقی نزاشه. زیر پا گذاشتن ممنوعیت رفت آمد در نیویورک که حالا به جای 11 شب 8 شب آغاز میشه. این جوانان اما مانند شب‌های گذشته مصممند نشان دهند برای آن احترامی قائل نیستند و به راهپیمایی‌هایشان ادامه می‌دهند. پلیس هم در ساعت اول با آن برخوردی نکرد. یکم احساس شورشی و یاغی بودن دارم که قوانین منع رفت آمد رو داریم همگی نقض می‌کنیم. ولی در شرایط فعلی لازمه تا بتونیم حرفمون رو تو گوششون کنیم که وقایع این چنینی دیگه تکرار نشه. چقدر باید اعتراض کنیم و چیزی تغییر نکنه؟ ما را به خاطر اینکه سیاه هستیم میکشند، نه به خاطر اینکه کار خلافی کردیم، فقط به خاطر سیاه بودن. ولی هرچه هوا تاریک تر شد، جمعیت راهپیمایی کنندگان هم کاهش پیدا کرد. آنهایی که ماندند شعار دادند خیابان ها مال مردم است و پلیس حق ندارد آنها را از راهپیمایی منع کند. بعضی پیشروان جمع اصرارشان بر ماندن در خیابان‌ها را مستقیم به ماموران پلیس اطلاع دادند. در نهایت اما پلیس در هوای بارانی وارد عمل شد. ولی اینجا به نظر میاد پلیسی که اجازه اینکه بیشتر از این جلو برن رو نمیده بهشون. اونهایی که مقاومت کردن بازداشت میشن، بقیه هم از خیابان ها خارج شدن، حداقل از وسط خیابان خارج شدن و به پیاده روها رفتن. این عملا پایان این تظاهرات بود که یه نفر دیگه بازداشت شده اینجا. حداقل 30-40 نفر 30 نفر دست کم بازداشت شدن. تظاهراتی بود که چند هزار نفری در شرکت کرده بودند و ادامه پیدا کرد علی‌رغم ممنوعیت رفت و آمد از ساعت 8 شب. بازداشت هایی که معمولاً منجر به حبس چند ساعته و تشکیل پرونده‌ای برای رسیدگی قاضی در ماه‌های آینده می شود. بهایی که ثابت قدم ترین این تظاهر کنندگان می دانستند ممکن است بپردازند. بهمن کلباسی، BBC نیویورک.
تصویر جورج فلوید در حالی که نقش بر زمین شده و پلیس زانویش را روی گردن او فشار می‌دهد، آمریکا را در شوک فرو برد و آتش خشم و اعتراضات را در این کشور شعله ور کرد. نارامی‌های آمریکا در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید اولین شورش نژادی در این کشور نیست. شبنم شعبانی در گزارشش نگاهی کرده به 10 اعتراض بزرگ دیگر به تبعیض نژادی در آمریکا طی نیم قرن گذشته. 1965 لس آنجلس. جرقه اعتراض و آشوب زمانی زده شد که پلیس لس آنجلس مارکت فرای و برادر ناتنیش را که هر دو سیاه پوست بودند برای سوال و جواب جلب کرد. هزاران سیاه پوست دیگر مقر پلیس را محاصره کردند و یک هفته آشوب در میانه ماه اوت 34 کشته و 10 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. 1967 نیویورک. دو مأمور سفید پوست پلیس یک راننده تاکسی سیاه پوست را به خاطر یک تخلف جزئی رانندگی بازداشت کردند و کتک زدند. این اتفاق جرقه شورش های 12 تا 17 ژوئیه در نیوجرسی شد. 26 نفر کشته و 1500 نفر زخمی شدند. 1967 دیترویت. تنش های نژادی و اعتراض به تبعیض در دیترویت در ایالت میشیگان بین 23 تا 27 ژوئیه جان 43 نفر را گرفت و بیش از 2000 زخمی بر جای گذاشت. دامنه اعتراض ها به ایلینویز، کارولینای شمالی، تنسی و مریلند هم کشید. 1968 سوء قصد به جان مارتین لوترکینگ. بعد از قتل مارتین لوترکینگ در ممفیس تنسی بین 4 تا 11 ماه آوریل دست کم 125 شهر آمریکا صحنه اعتراض و آشوب بود. دست کم 46 نفر در جریان نارامی‌ها کشته شدند و 2600 نفر زخمی شدند. لیندون جانسون رئیس جمهوری وقت آمریکا لشکر 82 هوابرد ارتش را برای خواباندن شورش‌ها اعزام کرد. 1980 میامی. تبرئه 4 مأمور پلیس سفید پوست از اتهام کتک زدن یک راننده سیاه پوست و قتل او آتش اعتراض‌ها را شعله ور کرد. قربانی در دسامبر سال پیش از آن با عبور از چراغ قرمز از مقررات رانندگی تخطی کرده بود. 18 نفر در جریان شورش‌ها جان باختند و 300 نفر زخمی شدند. 1992 لس آنجلس. بین 3 آوریل تا اول ماه مه اعتراض‌ها به تبعیض نژادی در لس آنجلس به آشوبی انجامید که دست کم 59 کشته و بیش از 2300 زخمی به جا گذاشت. جرقه شورش را تبرئه 4 مأمور سفید پوست پلیس زد که رادلی کینگ یک راننده سیاه پوست را در برابر دوربین کتک زده بودند. دامنه اعتراض‌ها به آتلانتا، کالیفرنیا، لاس وگاس، نیویورک، سان فرانسیسکو و سان خوزه هم کشید. 2001 سینسیناتی. در 9 آوریل بعد از کشته شدن یک مرد 19 ساله سیاه پوست اعتراض‌ها در سینسیناتی اوهایو آغاز شد. تیموتی توماس به دست یک مأمور سفید پوست پلیس کشته شده بود. شهردار سینسیناتی از 16 آوریل 4 روز مقررات منع رفت و آمد در شهر برقرار کرد تا شورش را بخواباند. شورشی که 70 زخمی بر جای گذاشت. 2014 فرگوسن. 10 روز اعتراض خیابانی و آشوب بین 9 تا 19 اوت پلیس را با تجهیزات سنگین به سطح این شهر ایالت میزوری آورد. اعتراض‌ها بعد از کشته شدن مایکل بران، نوجوان سیاه‌پوست غیر مسلح به دست یک مأمور سفیدپوست جرقه زده شد. در اواخر نوامبر وقتی از مأمور پلیس رفع اتهام شد، یک بار دیگر اعتراض‌ها در فرگوسن شعله ور شد. 2015 بالتیمور. در 19 آوریل، فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست یک هفته پس از صدمه شدید به ستون فقراتش جان سپرد. او بعد از بازداشت به دست پلیس بالتیمور در ون پلیس کتک خورده بود. اعتراض‌ها در شهری جرقه خورد که بیش از 2/3 ساکنانش سیاه‌پوست هستند و سرانجام با اعلام وضعیت اضطراری و حضور ارتش قائل خاتمه یافت. 2016 شارلوت. در ماه سپتامبر کشته شدن کیت اسکات 43 ساله به ضرب گلوله پلیس در خودرویش شارلوت در ایالت کارولینای شمالی را به آشوب کشاند و شورش تا آمدن ارتش به خیابان و وضع مقررات منع رفت آمد پایان نیافت. گزارش هایی از پرداخت غرامت 27 میلیارد تومانی دولت ایران به بریتانیا منتشر شده است. دلیل آن
جبران خسارات حمله 9 سال پیش به باغ و سفارت بریتانیا در تهران بوده است. مهاجمان گروهی معترض به سیاست‌های بریتانیا در قبال برنامه هسته‌ای ایران بودند. آنها وارد مرکز فرهنگی این کشور در محله قلهک تهران و ساختمان سفارت در خیابان جمهوری شدند و به ساختمان‌ها و آثار هنری خسارت زدند. گرچه دولت و حتی تلویحاً رهبر ایران از این حمله ابراز ناخشنودی کرد، اما تا به حال کسی در این رابطه محاکمه نشده است. جزئیات بیشتر از جیار گل. آذر ماه 1390 سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران. گروهی از بسیجیان معترض مقابل این سفارتخانه جمع می شوند. آنان بریتانیا را متهم به دخالت در امور داخلی ایران می کنند و شعار سر می دهند. انگلیسی ها باید لانه جاسوسشون از اینجا جمع کنن و برن. گروهی از معترضان مقابل چشم نیروهای امنیتی از دیوار سفارت بالا می روند. به ساختمان سفارت حمله می کنند. دامونیک چلکات 6 هفته پیشتر سفیر بریتانیا در تهران شده بود. صدای شکستن در و پنجره های طبقه پایین را می شنیدیم، اما نتوانستند به جایی که ما پناه گرفته بودیم برسند، اما به بخش کنسولی رسیدند و آنجا را آتش زدند. همزمان معترضان به ساختمان دیگر سفارت بریتانیا در باغ قلهک حمله می کنند. باغی که محل اسکان دیپلمات ها و دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت حمله به سفارت را زنده از صدا و سیما نگاه می کند. او می گوید حمله به سفارت بریتانیا تحریم های بیشتر علیه ایران را به دنبال داشت. این که رسانه ملی داره مستقیم اشغالی سفارت می شود خودش جای بحث داره. یعنی چی؟ بلافاصله زنگ زدم فهمیدم نیروی انتظامی، گفتم آخه این چه وساطی درست کردم؟ این کشور صاحب نداره. گفت نیروهای ما دارن برخورد میکنن کنترل. خودم تلویزیون رو روشن و مثلا نگاه میکنم. این حمله خسارت زیادی به ساختمان و کلکسیون هنری سفارت بریتانیا زد. رابطه ایران و بریتانیا به پایین ترین سطح رسید و دیپلمات های ایرانی از بریتانیا اخراج شدند. با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف، با تصمیم گیری های غلط که ممکن از گروه طرف یک چند نفر انجام بگیره، بعد در اون بحبوه احساسات ناگهان مورد مثلا فرض کنید که حمایت جمع هم واقع بشه. با اینا بنده موافق نیستم. یه سری نیروهای رو درست کردن تحت نام خودسر بهشون میگه، ولی عملا اینا آموزش دیده خود در واقع تشکیلات جمهوری اسلامی هستن که اینها رو بسیج میکنن برای تظاهرات مقابل سفارتخونه ها و بعد با دستوری که خودشون به اینا میدن حمله میکنن به داخل این سفارتخونه ها، حالا سفارت عربستان، سفارت نروژ، انگلیس. در حمله به سفارت بریتانیا چندین تابلوی نقاشی گران قیمت آسیب دیدند. تعدادی از آنها برای مرمت به بریتانیا منتقل شدند. نقاشی رنگ و روغن فتح‌علی شاه قاجار یکی از آنها بود. قدمت آن به اوایل قرن 19 میلادی برمیگردد. ترمیم این آثار ده‌ها هزار دلار هزینه داشته. در شهریور 1394 ایران و بریتانیا پس از 4 سال دوباره رابطه دیپلماتیک را از سر گرفتند. حال برخی از رسانه‌ها می‌گویند دولت ایران برای حمله به سفارت بریتانیا غرامت پرداخت کرده است. احمد مازنی نماینده سابق تهران گفته مبلغ 1,300,000 پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد. به وزارت خارجه بریتانیا اومدم، اما کسی حاضر نشد درباره احتمال پرداخت غرامت از طرف ایران به این کشور اظهار نظر کنه. اما یکی از مقامات گفت مسئولیت حفاظت از سفارتخانه ها به عهده کشور میزبانه و حتی مثالی زد، گفت 40 سال پیش وقتی که در سفارت ایران اینجا در لندن گروگانگیری شد توسط مخالفان عرب، خساراتی به ساختمان سفارت ایران وارد شد. دا
دولت بریتانیا در اون هنگام مجبور شد بیش از 2 میلیون پوند به جمهوری اسلامی ایران غرامت پرداخت کنه. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداخت غرامت به بریتانیا را تکذیب کرد. او گفته باید درباره جزئیات این موضوع با بریتانیا مذاکره کنند. آقای ظریف میگوید همه مقامات ایران بر حراست از سفارتخانه های خارجی در تهران تأکید دارند. ولی با این افراد هیچ گونه برخوردی نمیشه، چون اینها در واقع از بدنه حاکمیت میان. صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرده و اون نفرت پراکنیایی که ایشون میکنه، این زمینه رو فراهم میکنن که اینا نشون بدن که مردم ایران با رهبری و صحبتای ایشون همراه هستن و در واقع به منافع کشورهای دیگه اینجوری آسیب بزنن. و ما به وجه دیگر با اونها معامله خواهیم کرد. در 4 دهه گذشته بارها به سفارتخانه های کشورهای خارجی در تهران حمله شده، از جمله سفارت آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی. رهبر و وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری پیشین همگی از این حملات ابراز ناخوشنودی کردند. ایران از آن کشورها نیست که این گونه تظاهراتی خودجوش شکل بگیره تا به سفارت خارجی حمله بشه. این گونه حرکات تنها با حمایت و موافقت حکومت میتواند رخ دهد. دلایل اصلی حمله به سفارت بریتانیا روشن نیست. آنچه روشن است هزینه سیاسی و مالی برای ایران داشته است. اما تا به امروز عاملان و آمران این حمله نه معرفی شدند و نه محاکمه. ژیورگول، بی بی سی. یک پناهجوی ایرانی که در جزیره لسبوس یونان گرفتار شده به ویروس HIV مبتلا است. او میگوید دولت یونان هنوز اجازه انتقالش به سرزمین اصلی این کشور را نداده تا تحت درمان قرار بگیرد. جزیره لسبوس که زمانی به زیبایی شهره بود، حالا با اردوگاه پر ازدحام پناهجویان و شرایط بد آنها شناخته می شود. جزئیات بیشتر از پرهام قبادی. من 10 ماه تو کشور یونان تو جزیره لسبوس هستم. با ویروس HIV دارم زندگی میکنم که 1 سال و 2 ماه ازش میگذره. روایت یک پناهجوی ترنس ایرانی در جزیره لسبوس یونان. برای اما سختی های آوارگی به مشکل دوم او بدل شده. ابتلا به ویروس HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، تحمل مسیر را سخت تر کرده. دست منه. وقتی که فهمیدم مریض شدم میخواستم خودکشی کنم برای بار دوم. که دستم زدم دوستم رسید خونه. اما اول در موریا زندگی میکرد، اردوگاه پناهجویان که به تراکم بیش از حد جمعیت، وضعیت نابسامان بهداشتی و نبود امنیت سوء شهرت دارد. اما میگوید به دلیل تهدیدها حالا مجبور به ترک اردوگاه شده. دولت یونان هنوز اجازه نداده او به آتن یا شهری در سرزمین اصلی یونان منتقل شود. برای ویروس HIV هم که دکتر میام اینجا میگه اینجا هیچ کاری از دست ما برنمیاد، تو باید بری آتن هرچی زودتر. حتی چند تا برگه با مهر امضای خودش بهم داده که باید هرچی زودتر بری آتن برای درمانت، اما کشور یونان به من اجازه نمیده من برم. از رئیس پزشکان بدون مرز در یونان پرسیدم آیا این نهاد برای بیمارانی مانند اما کاری میکند؟ ما کلینیک کودکان داریم و تمرکزمون روی درمان کودکان زیر 18 ساله. همچنین برای سلامت روانی پناهجویان کار میکنیم، اما برای سلامت عمومی بزرگسالان خدماتی نمیدیم. اما 4 سال پیش که ایران را ترک کرد، اول به ترکیه رفت و بعد خود را به جزیره لسبوس یونان رساند. اما بعد از مدتی ناامید شد و دوباره به ترکیه برگشت و همانجا به ویروس HIV مبتلا شد. من 1 سال دوباره تو ترکیه زندگی کردم. تو این 1 سال 10 ماهشو من سالم زندگی کردم. 2 ماه آخر اجباراً برای پول من مجبور شدم از تنم مایه بذارم که گذاشتم و مبتلا به HIV شدم. اما برای بار دوم به جزیره لسبوس برمیگردد. حالا غیر از او 2 ایرانی دیگر هم به ویروس مبتلا هستند که یکی از آنها پارتنر اوست. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در لسبوس برای درمان بیماری های خاص خدمات کافی وجود ندارد. تا جایی که من میدونم باید در بیمارستان خدماتی برای درمان HIV باشه، اما بیمارستان نسبتاً کوچیکیه با خدمات محدود.
برای بیماران اچ‌آی‌وی بهتره به سرزمین اصلی یونان منتقل بشن، اما این خیلی زمان میبره، خیلی. ما برای انتقال بیماران خاص به سرزمین اصلی یونان فشار میاریم، به خصوص با وجود ویروس کرونا. افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی یا بیماری های قلبی در صورت ابتلا به کووید 19 در خطر بیشتری قرار دارند. جزیره‌ای بهشت مانند در دل دریای اژه که برای پناهجویان به جهنمی بدل شده. کسانی که بیماری‌های خاص دارند حالا جانشان در گروه تصمیم مقام‌های یونان برای انتقالشان به بیمارستان‌های مجهزتر است. آدم سختی رو میتونه تحمل کنه، برای خره میگذره. حیرانم پای جونم نزده. پرهام قبادی، بی بی سی. گروهی از ورزشکاران مدال‌آور ایران در سال‌های اخیر سرزمین خود را ترک کردند و زیر پرچم کشور دیگری در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند. عبدالمحمد پاپی، ملی پوش پیشین کشتی فرنگی ایران، یکی از آنهاست. او پس از مهاجرت به آلمان موفقیت‌های بسیاری به دست آورد و حالا منتظر گرفتن پاسپورت آلمانی و به امید موفقیت در تلاش برای شرکت در مسابقات المپیک است. مریم انصاری با او گفتگو کرده. بیش از 3.5 سال از این صحنه می گذرد. زمانی که عبدالمحمد پاپی هنوز در تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود. زمانی که رسانه های ایران نوشتند خوزستان کولاک کرد. نوشتند تیمی جوان و بی ادعا جام قهرمانی سومین دور رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان در بوداپست مجارستان را از آن خود کرد. ملی پوش پیشین کشتی فرنگی ایران حالا 3 سالی است که در آلمان است. می خواهم بدانم چرا با وجود موفقیت از ایران به آلمان آمد. خب من اگه بخوام حساب کنم از رده سنی جوانان تا رده سنی بزرگسالان تقریبا شاید 11-12 سال از عمرم رو توی اردوگاه تیم ملی بودم. بعد که به خودم اومدم دیدم 28 سالم 29 سالمه، ورزشکار بودم، سالم بودم، جوان بودم، تحصیل کرده بودم، ولی موقعی به خودم اومدم دیدم اصلا نه کاری دارم نه اینکه آینده مشخصی دارم. گفتم حالا اگه امروز مثلا من ضرب خوردم فردا چی میشه؟ من ازدواج کرده بودم، یه پسر کوچیک داشتم، از آینده بچه‌ام واقعا ترسیدم. به خاطر همین به این فکر افتادم که مهاجرت کنم. او از اردوهای فرسایشی، از ریخت و پاش‌های فدراسیون کشتی ایران با انبوهی کارکن شکایت می‌کند که بود و نبودشان برای پیشرفت این ورزش بیهوده است و در مقابل وضع بد کشتیگیران به خصوص در شهرستان‌ها. عبدالمحمد پاپی وقتی به آلمان آمد می‌خواست شغلی پیدا کند و زندگی آرامی داشته باشد. اما آشنایی با فرانک شتبلر، قهرمان کشتی فرنگی جهان در آلمان، مسیر زندگی او را تغییر داد و پاپی را به همان جایی برد که جایش است، روی تشک مسابقه. او با تیم رد دویلز یا شیاطین سرخ نایب قهرمان کشتی بوندسلیگای آلمان شد. سال بعدش من تیمم رو عوض کردم، با تیم شاندورف بودم. اونجا هم باز من 10 تا کشتی گرفتم، بازم من 10 تا کشتی رو بردم. سال گذشته توی مسابقات گرند پریکس دورتموند کشتی گرفتم، اونجا خدا رو شکر تونستم اول بشم. او در اینجا مربی کشتی فرنگی در یکی از باشگاه‌های آلمان است و در 3 مدرسه مختلف آموزش کشتی می‌دهد. زندگی تو آلمان برای خیلی از خارجی‌ها انقدر هم دلچسب نیست، به خصوص یه سری مناطق. دلم می‌خواد بدونم که وضع شما چطوره با در و همسایه و روابط اجتماعی و دوست و کلاً جامعه آلمان. اونا سیستم زندگی خودشون دارن، با ما فرق میکنه، تفریحاشون با ما فرق میکنه، نشست و برخوردشون با ما، برخاستشون با ما فرق میکنه. دیگه ما نزدیک 30 سال ایران زندگی کردیم با شرایط زندگی خودمون. یه خورده اینجا تا جا بیفتیم زمان میبره. هیچ وقت به برگشتن به ایران فکر کردین؟ دلتون واسه ایران تنگ میشه؟ واسه یه سری چیزا رو نمیتونم بگم. نمیدونم. واسه ایران خیلی بیشتر، واسه خانوادم و کسایی که باهاشون کنتاکت داشتم، دوستام. ولی شرایط ایران الان خیلی 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 سخت شده. به همین خاطر من سعی میکنم فکر نکنم برگشتن به ایران. به خاطر محدودیت‌های کرونا هنوز وضع بسیاری رشته‌های ورزشی روشن نیست. با شروع مسابقات فوتبال در آلمان برای بقیه ورزشکاران هم امیدهایی به وجود آمده، با این حال کشتی وضع دیگری دارد.
خیلی اول اینکه خیلی سخت میگذره مخصوصا به کشتیگیری‌ها چون ورزش چیه 100% با 100% کنتاکت. ولی خب ورزشکارای حرفه‌ای میتونن به شکل دیگه‌ای از این فرصت استفاده کنن، یه سری سیستم‌های تمرینیشون رو تقویت کنن، مثل سیستم‌های هوازی با دو میدانی، سیستم‌های استقامتی با وزنه، اون کارهای فوسفاژن سرعتی، کارهایی که تو دورانی که خیلی روی دوشک هستن کمتر وقت دارن انجام بدن، میتونن اینجوری این سیستماشون رو قوی کنن. دوران کرونا هم میگذرد، اما کسی که در مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی بر حریف‌های قدری پیروز شد و مدال‌آور کشورش بوده، حالا هدفش شرکت در المپیک توکیو زیر پرچم آلمان است. مثل خیلی ورزشکاران دیگر که زمانی عطای قهرمانی زیر پرچم جمهوری اسلامی و مدال‌آوری برای کشور خود را به لقایش بخشیدند و به دنبال سرنوشت دیگری رفتند. مریم انصاری، کالی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.